دیوید بیزلی رئیس برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در تازه ترین اظهارات خود پیش بینی کرده که در صورت عدم تأمین بودجه لازم برای مقابله با گرسنگی و پیامدهای آن، جهان طی 12 تا 18 ماه آینده شاهد بروز بی‌ثباتی، گرسنگی و موج جدیدی از مهاجرت خواهد بود. وی در تازه ترین سخنان خود اشاره کرده که بی‌توجهی جهان به این هشدار ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. او در این حال از افزایش بودجه ایالات متحده آمریکا و آلمان در سال گذشته ابراز خوشنودی کرد و چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، میلیاردرها و سایر کشورها را به انجام اقدامهای عملی در این زمینه فرا خواند. رئیس برنامه جهانی غذا همچنین به نگرانی خود مبنی بر تأمین مبلغ پیش بینی شده حدود 23 میلیارد دلاری امسال برای کمک به میلیون ها نفر در سراسر جهان اشاره کرد و افزود که حتی اگر 40% این مبلغ نیز تأمین شود، شگفت زده خواهد شد. میزان کمکی که او در سال گذشته موفق به تأمین آن شد 14.2 میلیارد دلار بود که این مبلغ در مقایسه با سال 2017 یعنی سالی که او به سمت اجرایی برنامه جهانی غذا منصوب شد 2 برابر بیشتر بود. این مبلغ طی سال گذشته صرف کمک به 128 میلیون نفر در 120 کشور جهان شد. وی گفت که سال گذشته موفق شده ایالات متحده را متقاعد کند که بودجه خود را از حدود 3.5 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار برساند و همچنین آلمان را مجاب کرده که سهم خود را به 1.7 میلیارد دلار افزایش دهد. اما او گمان نمی کند که این کشورها امسال دوباره این کار را انجام دهند. او همچنین هشدار داد که جهان باید درک کند که 12 تا 18 ماه آینده بسیار مهم و حیاتی است و اگر ما از بودجه پیش بینی شده خود دست بکشیم، شاهد مهاجرت گسترده خواهیم بود و بی‌ثباتی، فقر و گرسنگی ممکن است جهان را به جهنم تبدیل کند. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا اظهار داشت که با 400 تریلیون دلار ثروت در این سیاره هیچ دلیلی وجود ندارد که کودکی از گرسنگی بمیرد. به گفته دیوید بیزلی، مناطق با اولویت کمک در حال حاضر شامل مناطقی در آفریقا از جمله سومالی، شمال کنیا، سودان جنوبی، اتیوپی، سوریه و همچنین مناطقی از آمریکای مرکزی و جنوبی می شوند.